دوستان عزیز و بینندگان گرامی، درود عرض میکنم خدمتتون. ماهی تنگ بلور سفره هفت‌سینتونم آدم ها. توی این تنگ بلور تنگ دلم، توی این تنگ بلور تنگ دلم، وسط سفره هفت‌سین یا که رنگین خیلی بیرنگ دلم. آخه من مثل تموم ماهی ها دریا میخوام، آخه من مثل تموم ماهی ها دریا میخوام. اگه دریا نمیشه، رودخونه تو صحرا میخوام. ماهی تنگ بلور سفره هفت‌سینتونم آدما. توی این تنگ بلور یا وسط سفره هفت‌سین یا که رنگین خیلی بیرنگ دلم. سالتون، احساستون، اقبالتون، شیوه اندیشیدن امسالتون، نو ایدی من رو فراموش نکنید. نذارید تو تنگ ماهی بمیرم، بذارید برم رهاشم. شاید من یه روز به دریا رسیدم. امشب ساعت 10:30 شب یاد کتاب ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی افتادم. بله، امشب ساعت 10:30 شب یک رو به دیگه برنامه مافیای ونکوور داریم. از کسانی که اطلاع ندارن توی شهرمون مافیا وجود داره، این برنامه رو لطف کنن، تقاضا میکنم مشاهده فرماین با اون چشمای زیبایشون یا زیبایتون، اگر این برنامه رو ملاحظه میفرمایید. این یکی از برنامه های خیلی داغه. من اومدم یه عکسی رو گذاشتم تحت عنوان شعبده بازی های ناشیانه انجمن فرهنگی وستایلند و تلویزیون پرواز. خب شما خودتون هم میدونید دیگه، تلویزیون پرواز از قدیمی ترین تلویزیونای شهرمونه که منم یک شبی گیر کردم و نتونستم پایه دوربین این حضرت تلویزیون پرواز رو باز کنم. ولی به هر صورت من دارم از یک زاویه دیگه‌ای به مافیای شهرمون نگاه میکنم. بله دوستان عزیز و بینندگان گرامی، ساعت 10:30 شب من میام خدمت شما و خیلی خوشحال میشم شما توی این برنامه اگر حرفی دارید بیاید شرکت کنید. نترسید از حرف زدن. همین بلاها به سر ما میاد که توی این شهری که داریم زندگی میکنیم حرف زدن یا بلد نیستیم یا میترسیم حرف بزنیم. نترسید دوستان عزیز و بینندگان گرامی، من ساعت 10:30 شب میخوام بیام در رابطه با سازمان هایی که توی شهرمون وجود دارن و به شکل مافیایی حرکت میکنن دمتون صحبت کنم و خوشحال میشم شما شرکت کنید. این برنامه ادامه داره، به خاطر این ادامه پیدا میکنه که نمیخوام یک طرفه به قاضی یا میکروفون یا صحبت کردن رفته باشم. یه مثال خیلی ساده براتون میزنم. من خب یه آدمی هم دارم تو شهر به لحاظ کارم، چون با بیزینس ها کار میکنم، هر روز دارم میچرخم. باور کن یه موقعی دلم میگیره، اینقدر هموطنهای نازنین و عزیزمون رو میبینم که دارن یه جاهایی کار میکنن که نباید کار کنن و مشکلم زیاد پیدا کردن. ولی این روزینامه ها و تلویزیون هایی که تو شهرمون فیلم برداری کردن و اسمش گوشتن تلویزیون، یک بار هنوز نشده یک هموطن رو بیارن بشنن با هایی صحبت کنن بگن خانوم، آقا، شما حرف چیه؟ درد دل چیه؟ چرا تو این وضعیت گیر کردی؟ شما اگر بیزینس های ایرانی رو نگاه بکنید، همشون مدام دارن آدم عوض میکنن، هموطن هایی دارن عوض میشن. یکی از دلایلش اینه که حقوق خوبی نمیگیرن این هموطنای شما.
حالا اگر دوست داشتید توی این برنامه شرکت بکنید و از مافیای شهرمون بیشتر با خبر بشید، من چند تا مثال دارم بزنم تو برنامه امشب، خوشحال میشم شما بیاد شرکت بکنید و نظرتون رو بدید. و اگر هم دوست داشتید تقاضا بکنید توی برنامه لایو میتونید شرکت بکنید، چون خانم فیلسوف منو تهدید کردن آقا سبا اگه در رابطه با بنیاد ایران و کانادا صحبت بکنی ما دست شکایت میکنیم و من میخوام صحبت بکنم، حرف بزنم، اتفاقایی که برای هموطنمون در هموطنانم در رابطه با این بنیاد ایران و کانادا افتاده تعریف بکنم، ببینم ایشون میتونن بازم شکایت بکنن، البته حقشونه شکایت بکنن، چرا نباید شکایت بکنن. فقط یک سوال من از ایشون کردم، اصلا کلمه بنیاد ایران بنیاد کانادا غلطه، یه سری اومدن کار فرهنگی میخوان انجام بدن، نه تعریف فرهنگ رو بلدن، نه اسم گذاری روی کارهایی که میخوان انجام بدن بلدن. آخه بنیاد ایران، اور ایران به اون بزرگی، شما اینجا بنیاد شدید؟ خب بیاد آقای مشیری، خانم فیلسوف، بیاد جواب بدید. من که بهتون زنگ زدم گفتم صندلی داغه، سوالات داغه، شما خب اگر فکر میکنید میترسید حرف بزنید، یه سری همراهای خودتون و فکرهای خودتون و مغزهای خودتون بیارید جواب بدید. کلمه بنیاد ایران غلطه. ساعت 10 برمیگردم باهاتون بیشتر صحبت میکنم. مرسی.